از محمد لحمی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای لحمی، با سلام و عرض ادب، بفرمایید که نظر شما در رابطه با گزارش سازمان ملل چیه و چرا فقر و گرسنگی برخی از مردم دنیا برای بسیاری از کشورها و مردم دنیا از اهمیت برخوردار نیست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول من سلام عرض می‌کنم به بینندگان عزیزتون. در رابطه با این موضوعی که حضرت علی فرمودین و گزارش شده که همکاران عزیزتون تهیه کردن، به قول فرمایش آقا امیرالمومنین، اگر ما این مرزهای تحمیلی رو برمی‌داشتیم و برادری و دوستیمون پایدار می‌بود، هرگز هیچ فقیری شاید در دنیا به این شکل وجود نداشت. ملبس با این شرایطی که وجود داره، سازمان ملل، خود آقای گوتریش سیاستمدار پرتغالیه و سالهای سال به عنوان نهمین دبیر سازمان مشغول به کار هستند و کشورشون، کشور پرتغال، کشور آنگولا، موزامبیک و حالا حافظ منافعشون کشور فرانسه، مثل کشور فرانسه بابت کشورهای مثل کیپ سالها مستعمره قرار گرفتن و اگر از این استعمار خودشون دست بردارن و حق و حقوق جاودانه و حق طبیعی ممالکی رو که مورد استعمار قرار دادن برگردونن، شاید هرگز در این کشورهایی که از بتالی می‌فرمایید هیچ فقیری، هیچ انسانی که نیازمند شرایط کمک و انسانیت باشه نباشه. و این یک بازی سیاسی که حالا آقای گوترش خودشون قطع بیدون به سازمان ملل خیلی بهتر می‌دونه. اگر حافظ منافع هستن و واقعا دلشون به حال مردم آفریقا و بقیه کشورهایی که مورد استعمار قرار گرفتن میسوزه، اینه که اول حق حقوق اولیه خودشون رو به واسطه سیاست‌های اشتباهی کشورهایی که مستعمره کردن برگردونن و بعد میتونن در رابطه با این موضوع یک ادعای برادری رو داشته باشن. و این یک بازی سیاسی که فقط به واسطه اینه که حرف خودشون رو بخوام به جهانیان ثابت کنن، وگرنه سازمان ملل هرگز به فکر مردم بی پناه کشورهای مستعمره نبوده و نیست. بله، با تشکر از محمد لحمی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی که از استانبول دعوت ما را پذیرفتند.